کابل، پایتخت افغانستان، باز هم شاهد خستگی ناپذیری بانوان این کشور در مطالبه گری حقوق خود بود. بانوان معترض بر رفع محدودیت‌های اعمال شده برای بانوان توسط طالبان تأکید کردند و با اعتراض به بسته ماندن مدارس دخترانه خواستار بازگشایی هرچه زودتر این مدارس شدند. رصدخانه مهاجرت ایران که در دانشگاه شریف تشکیل شده با نظرسنجی از بیش از 2000 دانشجو و صدها استاد پزشک، پرستار و فعالان استارتاپ گزارش جامعی درباره میل به مهاجرت منتشر کرد و اعلام کرد که اکنون 40% دانشجویان، 53% استادان و 45% کادر درمان میل بسیار زیاد به مهاجرت دارند. این گزارش افزود 87% از کادر درمان و 80% دانشجویان علت اصلی تمایل خود به مهاجرت را شرایط کشور دانسته‌اند و مسائل فردی و خانوادگی تأثیر بسیار کمتری بر افزایش میل به مهاجرت دارد. نتایج یافته‌های نظرسنجی مرکز افکارسنجی کیو در آذر ماه گذشته نیز حاکی از آن است که از هر 3 ایرانی 1 نفر میل به مهاجرت دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در بازگشت از جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه کشورهای عضو ناتو باید به حمایت از تروریست‌ها پایان دهند گفت: تا زمانی که من رئیس جمهور ترکیه هستم نمی‌توانیم به ورود کشورهای حامی تروریسم به ناتو بله بگوییم. مقامات محلی برزیل اعلام کردند بارش‌های سیل‌آسا که بارانش زمین نیز همراه بوده بیشتر در مناطق شمال شرقی اتفاق افتاده است و علاوه بر گرفتن جان دست کم 80 نفر تاکنون باعث زخمی و آواره شدن صدها نفر دیگر شده است. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش ایران، با بیان اینکه 80% رتبه ها در تمام گروه های آموزشی به مدارس خاص دولتی اختصاص دارد گفت: دستور تحصیل فرزندان مدیران آموزش و پرورش در مدارس دولتی از مهر 1401 را ابلاغ خواهد کرد.